با پادکست خبری از خبر 24 در خدمت شما هستیم. عضویت در فیسبوک شرط جدید برای استفاده از مسنجر. در حال حاضر اپلیکیشن مسنجر شرکت فیسبوک به عنوان دومین نرم افزار پیام رسان محبوب در جهان شناخته می شود. البته همه کاربران این اپلیکیشن عضو فیسبوک نیستند. فیسبوک رسما این مسئله را تایید و عنوان کرده. ما به این نتیجه رسیده ایم که بخش زیادی از افرادی که جزو کاربران مسنجر هستند بیشتر عضو فیسبوک بودند. ما قصد داریم تا کاری کنیم که کاربران ما بتوانند راحت‌تر به اکانت های مسنجر و فیسبوک خود وارد شوند. بدین ترتیب برای ثبت نام و استفاده از اپلیکیشن مسنجر کاربران میبایست حتما یکی از اعضای شبکه اجتماعی فیسبوک باشند. شرکت اپل در تلاش است تا برای فناوری تشخیص چهره از فناوری خواننده اثر انگشت مصنوعی آیفون استفاده کند. گفتنی است این اقدام اختلاف عمده نسبت به تاچ آیدی دارد که از زمان معرفی مدل 5S آیفون در اواخر سال 2013 در این گوشی هوشمند وجود داشته است. ارزش سهام اپل در سال 2019 بهترین عملکردش در دهه گذشته را ثبت کرد. اپل در سال 2019 عملکرد مالی خیره کننده ای به نمایش گذاشت و آخرین دهه 2010 را به عنوان بهترین سال از لحاظ رشد ارزش سهام ثبت کرد. ارزش سهام اپل روز پنجشنبه هفته گذشته رشد مجددی تجربه و رکورد جدیدی برای سازنده آیفون ثبت کرد. رشدی که در مسیر اوجگیری ارزش در سال گذشته قرار داشت و در نهایت بهترین سال مالی در دهه 2010 را برای اپل به ارمغان آورد. عرضه شیائومی میواچ نسخه پریمیوم تا اسفند به تعویق افتاد. نسخه پریمیوم ساعت میواچ ماه گذشته معرفی شد و قرار بود تا آخر سال میلادی جاری به فروش برسد، اما شیائومی عرضه آن را تا ماه فوریه سال آینده به تعویق انداخت. شیائومی ماه پیش میواچ را در کنار مینوت 10 معرفی کرد. میواچ اولین ساعت هوشمند شیائومی است که با برند می عرضه می شود و شباهت بسیاری به اپل واچ دارد. ساعت هوشمند شیائومی میواچ از ماه گذشته در چین با قیمت خورده فروشی تقریبا 186 دلار به فروش میرسد و فروش نسخه پریمیوم آن با صفحه نمایش یاقوت کبود و قاب استیل ضد رنگ نیز وعده داده شده است.